درود و سلام بر شما. فرامرز فروزنده هستم و با برنامه دیگری از مجموعه همصدایی در خدمت شما بینندگان ارجمند. از محبت‌های شما عزیزان بسیار متشکرم، به ویژه در مورد برنامه دیشب که با حضور آقای نادر انتظام برگزار شد و البته من هیچ دلم نمیخواست دیش زیادی از شما عشق بریزید، ولی به هر حال عشق هم ریختید، کاریش نمیشه کرد. و شجاعت آقای نادر انتظام، این پژوهشگر قرآنی رو ستودید به خاطر شیوه مقاومتش در مقابل حوادث تلخ زندگی. به هر حال من فکر میکنم که برنامه همصدایی از اول ژانویه سال 2014 که برنامه کماکان در تلویزیون پارس ادامه پیدا خواهد کرد، از تنوع بیشتری برخورداره. به طور کلی من جز اون گروه برنامه سازانی هستم که اعتقادی به این ندارم که بیننده باید بتواند محتوای برنامه را حدس بزنه، و اون اتفاق این هفته افتاد. در حالی که روز سه‌شنبه من آسمان و زمین رو برای مسئله رهبری به هم دوخته بودم، روز چهارشنبه یک فضای روحانی بر برنامه مستولی بود. خود نادر انتظام میگفتش که من واقعا نفهمیدم تو کی هستی. اگر اون آدم سه‌شنبه شب هستی، پس امشب اینجا چیکار میکنی؟ اگر این آدم هستی، اون شلوغی های سه‌شنبه شب بابت چی بود؟ در مورد برنامه سه‌شنبه شب، یعنی همون مسئله ضرورت رهبری و تشکل که به عنوان یک مسئله اساسی امروز اپوزیسیون که چه ارز کنم به هر حال مخالفان رژیم در خارج از کشور با شما مطرح کردم، واکنش های بسیار زیادی داشتم ولی متناوب. در یکی از جالبترین این واکنش ها خانمی گفتند که تو یاسر عرفات هستی. نقش تو در تلویزیون های 24 ساعته نقشی است که یاسر عرفات در خاورمیانه داشت و همیشه مواظب جیب خودش بود و ملت فلسطین رو فراموش کرده بود. باید برم در مورد زندگی یاسر عرفات یه مقداری مطالعه بیشتر بکنم، جیب ایشون رو ببینم، جیب خودم ببینم، و اگر واقعا شباهتی بین بنده و یاسر عرفات باشه، لااقل از نظر ظاهر قضیه نیست و من بسیار خوشحالم که نیست، ولی اگر از سایر جهاتم شباهتی وجود داشته باشه، حتما خدمت خانم زنگ خواهم زد، ازشون از این مقایسه تشکر خواهم کرد. اما در برنامه های سال 2014 همصدایی برنامه بیشتر به میان مردم میاد و مسائل مردم. حقیقتش باید یک سهم متعادلی در طرح برنامه ها داشت بین اون چه که روشنفکران میتونن انجام بدن که ضخامتشون در کل جامعه ما، بارها گفتم، از ضخامت پوست سیب بیشتر نیست و نباید به اونها بیش از ضخامت پوست سیب بها داد. ضخامت پوست سیب ارزش های خودشو داره و بهای خودش رو داره، ولی نباید همه چیز رو در اختیار اونها قرار داد. مردم هم در این میانه سهمی دارن و تلویزیون در پرداختن به آلام مردم هم باید سهم و نقش داشته باشه. به هر حال این کارها انجام خواهد شد. کسانی که از من میپرسند با توجه به زمان پخش برنامه، ببیجه هموطنان بسیار عزیزم در شرق آمریکا که قادر نیستند برنامه رو ببینند، خوشبختانه برنامه ها بلا فاصله در فاصله 24 ساعت روی سایت تلویزیون پارس قرار میگیره و شما میتونید در هر زمانی که بخواید آرشیو رو باز بکنید و برنامه رو ببینید. امشب مهمان گرانقدری دارم. این مهمان امشب من هم به طور تصادفی شده و اصلا عمدی نبوده. او هم یک پدر داغ دیده است، اما به خاطر پدر داغ دیده بودنش دعوتش نکردم. پدر داغ دیده است که همونطور که نادر انتظام در یک جبهه به جنگ مشغوله، در جبهه دیگری
به ستیز با خرافه و جمهوری اسلامی مشغول هست و او کسی نیست جز رئیس انجمن پژوهشگران ایران دکتر حسین لاجوردی که سالهای طولانی است با او گفتگو میکنم. اجازه فرمایید ابتدا روایت هاتف رو از انتخابات خرداد در ایران ببینیم. آنچه که هاتف میگوید چه در مورد انتخابات سال 1388 و چه در سال 1392 که کابینه امنیتی آقای روحانی بر سر کار آمد هر دو صادقه. با هم به کار زیبای هاتف نگاه کنیم، برگردیم به پاریس بریم و با دکتر حسین لاجوردی در این بامداد سرد پاییز صحبت کنیم. هاتف هنرمند بسیار با سلیقه و متعهدی است و کارهای زیبایی داره. امیدوارم یک شب از او دعوت کنم تا به تلویزیون بیاد و درباره هنرش صحبت کنه. من فکر میکنم که ما باید هوای هنرمندان متعهد رو داشته باشیم. امشب من با دکتر حسین لاجوردی رئیس انجمن پژوهشگران ایران صحبت میکنم. اگر یادتون باشه در روز سه‌شنبه وقتی صحبت میکردم به شما در مورد تفاوت‌های کسی که در موضع رهبری است و کسی که برنامه ساز تلویزیونی است با شما صحبت میکردم. از شما خواهش میکنم که وقتی تصویر آقای دکتر لاجوردی رو میگذارند شما به ظاهر آقای دکتر لاجوردی علاوه بر حرفاشون با دقت نگاه کنید. وقتی شما با دقت به دکتر حسین لاجوردی رئیس انجمن پژوهشگران ایران نگاه بکنید متوجه تضادی میشید که در ظاهر دکتر لاجوردی هست. اگر شما بخواید به ایشون به عنوان یک رهبر بالقوه سیاسی نگاه کنید یا فرض کنید که خدا اون روز رو نیاره دکتر حسین لاجوردی رو در موضع یک برنامه ساز تلویزیونی ببینید، در موضع رهبری شاید به ایشون در زمینه امتیاز فوق‌العاده بدید، ولی در زمینه برنامه سازی تلویزیونی حتی در ظاهر دکتر لاجوردی چیزی رو که در موضع رهبری امتیاز ایشون هست به عنوان امتیاز نتونید ذکر بکنید. بنابراین کار تا این حد دقیق و ظریفه. اجازه بدید در این بامداد سرد پاییز به جناب دکتر حسین لاجوردی پژوهشگر ارزنده‌ای که نه شب میشناسه و نه روز، سالهای سال صدای پرسلابتش فریاد آزادی خواهی رو سرداده، درود بفرستم و از او سپاسگزار باشم که دعوتم رو برای شرکت در این برنامه پذیرفته. آقای دکتر لاجوردی خوش آمدید. سلام میکنم، درود میفرستم به شما و همه مخاطبین با ارزش برنامه شما. سپاسگزارم. آقای دکتر من دیشب در برنامه‌ام آقای نادر انتظام شرکت داشتند و جالبه یک وجوه تشابهی بین زندگی نادر انتظام و شما وجود داره که من اصلا وقت زمانی که تدارک این برنامه رو می دیدم به این وجه تشابه اصلا توجه نداشتم. یعنی اصلا فکر نمی کردم بتونم بین شما و ایشون ارتباطی رو برقرار کنم، مگر این ارتباط که دیدم هر دوی شما پدران ارجمندی هستید که فرزندان خودتون رو، فرزند پسر خودتون رو در اوج جوانی و زیبایی و سرافرازی و اونجایی که بهش به عنوان یک سرو بلند قامت تحصیل کرده نگاه میکردید از دست دادید. شما فرزند 28 ساله دندان پزشکتون رو، فرزند 28 ساله و نادر انتظام هم فرزند 28 ساله خودش رو از دست داده و سالهای سال هست بعد از دست دادن فرزند خیلی آرام و بی صدا در دلت خودتون گریستید و نشانه احترام به او رو با کروات مشکی خودتون در تمام این سالها حمل کردید. آقای دکتر من میخوام برم سر اصل مطلب، ولی حالا که با دیدن ظاهر شما به این نکته توجه کردم خوشحال میشم اگه خیلی خلاصه بگید بر سر دکتر لاجوردی چه آمد؟ آقای فروزنده من هنوز آمادگی این صحبت رو ندارم
نه تنها از نظر احساسی بلکه از نظر این که من همچنان درگیر این قضیه هستم. یه ذره صدا رو بلندتر به من بدید. بله بفرمایید. صدای من میاد؟ بله قربان میاد، بفرمایید. عرض کردم که من آمادگی این قضیه رو الان ندارم برای وارد شدن بهش، نه تنها از نظر احساسی که همچنان درگیرش هستم، بلکه از نظر قانونی هم همچنان در انتظار دادگستری فرانسه و مسائل مختلفی که پیامدش هست. امیدوارم روزی فرصتی پیش بیاد که حضوراً باشم و مطالب بیشتری رو بیان کنم، ولی اجازه بدید که امشب از این مسئله بگذاریم. سپاسگزارم. دکتر لاجوردی، در برنامه سه‌شنبه خودم وقتی اشاره کردم به اینکه امروز ما با مسئله تشکل و رهبری مواجه هستیم، یکی از کسانی که فکر کردم باید اسمش رو ذکر بکنم که ظرفیت و پتانسیل بالقوه رهبری رو داره یا جزء کسانی است که میتواند در بخش از این اپوزیسیون به عنوان یکی از افراد شاخص یا رهبر کار بکنه، خود جناب عالی بودید. البته اینو بر سبیل تعارف نگفتم، چون من و شما هرگز با هم تعارف نداریم و بر سر مسائل مهمی که فکر میکنیم برای کشورمون وجود داره همیشه هم دیگر. صدای شما قطع شد آقای فرزنده. الان چطوره؟ الان هم قطعه؟ صدای من قطعه آقای دکتر؟ اتاق فرمان صدای من قطعه؟ آقای دکتر لاجوردی صدای من صدایی ندارم. صدای من نمیشنوید؟ اجازه فرمایید که برنامه رو قطع کنیم. آخه وقتی که آقای دکتر لاجوردی صدای من نمیشنوه من چه صحبت بکنم؟ ما مشکل فنی داریم. آقای فروزنده من صدایی از شما ندارم. متوجه هستم. آقای وارتان تصویر رو قطع کنید لطفا، برید روی آگهی هر کاری که میکنید تا رفع مشکل بشه بتونم من با دکتر لاجوردی ادامه بدم. بله، خوشبختانه برگشتیم. همونطور که میدونید برنامه های همصدایی، برنامه امشب رو به خصوص، خانم دکتر سالومه امیرقهاری وکیل و حقوقدان در زمینه های مختلف در ایالات متحده آمریکا هزینه هاشو بر عهده کردن، بر عهده گرفتن و تضمین کردن که وظیفه خودم میدونم ازشون تشکر بکنم. جناب دکتر لاجوردی مجددا در خدمتتون هستیم. جان دکتر، من گفتم که یکی از کسانی که معرفی کردم که بالقوه پتانسیل و ظرفیت رهبری داره دکتر حسین لاجوردی است. بعد رفتم رو حرف خودم خیلی فکر کردم که آیا این حرف پخته بود یا نبود. گفتم به جای اینکه خب خودم ببرم و بدوزم، بذار اول نظر دکتر لاجوردی رو در مورد ویژگی‌های یه رهبر بپرسم، چون ایشون جامعه شناسه، به من بگه که ویژگی‌های رهبر چیه، بعد اون الگویی رو که میده به تن خودش پروف کنیم ببینیم به خودش میبرازه یا نمیبرازه، یا چه تغییراتی باید بدیم که این الگو و یکی از افراد یعنی دکتر لاجوردی بتونن توی این لباس جا بگیرن. شما از فکر نمی کردید کسی داره براتون لباس میدوزه، ولی خب ما دوختیم. من در مرحله اول فکر میکردم که شما اون کلیپ اعدام رو که گذاشتید میخواستید در مورد این مسائل اعدام حرف بزنید، ولی من در خدمتتون هستم. در مورد اعدام اجازه بدید در پایان گفتگومون صحبت بکنیم. آقای دکتر لاجوردی دست به یه اقدام بسیار اساسی دارن و اون این است که مشغول پژوهشی هستن در مورد اعدام و نظر مردم نسبت به اعدام، که آیا با اعدام موافقند یا با اعدام مخالفند. خیلی دارم میخواد که یه جلسه ای با دکتر لاجوردی حتما سر به سر بگذارم و این کار رو خواهم کرد در دو هفته آینده در مورد مسئله مجازات اعدام. به نظر من همه کسانی که به طور مطلق مخالف مجازات اعدام هستند، به طور مطلق مخالف مجازات هستند، اینها دنبال مدینه های فاضله افلاطونی هستند. ولی اجازه بدید که سر موقعش، چون ایشون پژوهشگری است که خیلی راحت نمیشه باش در این زمینه ها کرد، منم آماده بشم و با ایشون بر سر این به بحث و گفتگو بنشینیم. در آخر برنامه هم خواهش میکنم در مورد این پژوهشتون یه توضیحاتی رو بدید
چرا که شما مایل هستید تعداد بیشتری بتوانند در این پژوهش شرکت بکنند و نظرات خودشون رو ابراز بکنند. درست میگم؟ بله کاملا. خب دکتر بگو، به من بگو رهبر کیه؟ آقای فروزنده، صبح ساعت 6:25 پاریس، بله، در تاریکی مطلق نمیشه که اون نقطه روشن رهبر رو کامل مشخص کرد. نه به این معنا که من نمیخوام به این بپردازم. خب پارلمان فکری خودم 14 خصیصه، 14 ویژگی برای رهبر شمردم، ولی تصورم بر اینه که اگر شما اجازه بدید، مسئله قبل از رهبری، یعنی بستری که رهبر رو، یک لحظه تحمل بفرمایید آقای دکتر. اتاق فرمان، این هم صدای دکتر میاد هم صدا از تلویزیون ها میاد، این یکشو قطع کنید. بفرمایید آقای دکتر. عرض کردم که برای اینکه بشه ویژگی های رهبری رو بشمرد، من این کار رو در کتاب پارلمان فکری خودم 14 خصیصه 14 ویژگی برای رهبر برشمردم. ولی اگر اجازه بدید مسئله رو قبل از رهبری صحبت در موردش بکنیم، به این معنا که ما بستری رو باید داشته باشیم که رهبر درش متولد بشه. حالا بعضی از کشورهایی هستن که تاریخ خودمون هم این رو، تاریخ معاصرمون این رو نشون میده، اون رهبر انتصاب شده است، از اون بالا میاد و بین مردم و مردم هیچ حق انتخابی ندارند. طبیعتا شما در رابطه با رهبری انتخابی صحبت میکنید، رهبری که از طرف مردم برگزیده شده باشه و رهبری که بتونه جامعه رو هدایت بکنه به طرف خواستهای اجتماعی، که طبیعتاً باید که یک زمینه آگاهی، یک زمینه خواست اجرایی شدن و عدم شفافیتی که امروز وجود نداره درش باشه. من بحثم در اینجا به این شکله که اگر ما بخوایم وارد بحث رهبری بشیم، اول وارد اون بستر بشیم. بستری که امروز وجود داره در ایران و خارج از ایران در این رابطه، یک پشتوانه بسیار بسیار بزرگ و قوی پشتشه. اون پشتوانه 35 سال تجربه است. 35 سال تجربه‌ای که تلاش شده به نوعی در مقابل یک حکومت دیکتاتوری که بدترین نوع حکومت هم هست، دیکتاتوری مذهبی، ما بتونیم که به عنوان اپوزیسیون رهبرانی رو یا رهبری رو در بین اینها به وجود بیاریم. یک قسمت از این مسئله در این بستری که وجود داره مختص اینه که جمهوری اسلامی هر آنچه تلاش کرده که این کار انجام بشه به درستی انجام شده، یعنی رهبری رو که اگر میتونسته شکل بگیره بین برده، مثل ترورهایی که انجام شده. بالاترینش به نظر من مسئله دکتر شاپور بختیار. ولی بحث دیگری هم وجود داره. اون بحث دیگر اینه که یا اون مجموعه‌ای که ما بهشون اپوزیسیون ابلاغ میکنیم این ظرفیت رو داشتن که از داخل خودشون رهبر بیرون بدن یا خیر. آیا با احترام به تمامی تلاش هایی که به این مجموعه اپوزیسیون، به سازمان ها، احزاب، جبهه های مختلف، افراد، اون رهبرانی که مدعی رهبری هستن یا هر چیز دیگه، با احترام برای همه اینها، اگر ما قادر به یک آسیب شناسی در این زمینه باشیم، قادر به یک دیدن ریشه ها باشیم، اون وقت که پی میبریم که آیا این ایجاد نشدن، به وجود نیامدن، متولد نشدن رهبر بالقوه‌ای که تو جامعه باید باشه از کجا سرچشمه میگیره. من تصورم بر اینه که یکی از اصلی ترین این علل اینه که ما هدف مشترک نداریم. یعنی این که ما میتونیم که من سلطنت طلب باشم یا جمهوری خواه، چپ باشم یا ملی، هیچ تفاوتی نمی کنه.
شما همینطور، اون نفر بعدی همینطور، ولی هدف مشترک باشه. هدف مشترک اینه که اگر که من بپذیرم، شما هم بپذیرید که این حکومت در تمامیت و کلیت و موجودیتش به دلایل 35 سال تجربه، به دلایل مسائل و مشکلاتی که برای مردم به وجود آورده، برای بی‌هویتی و حقارتی که ایجاد کرده نباید باشه، هیچ یک از این مجموعه نباید باشه، از صدر تا زیدشون نباید باشه، از احمدی نژاد تا خاتمی، از روحانی تا رفسنجانی، در رأسشون خامنه ای نباید باشه، اون وقت ما به بحث مشخصتری وارد میشیم. بحث مشخصتر اینه که خب این مسئله رو پذیرفتیم که امروز واقعیتش وجود نداره. همونطور که شما میدونید در قالب اون مجموعه ای که اسمش اپوزیسیونه، بسیاری از نمایندگان واقعی رژیم حضور دارند که این نمایندگان واقعی رژیم با لباس‌های متفاوت و متعدد و امکانات گسترده هر آنچه تلاشی رو که ممکنه این مجموعه برای سرنگونی جمهوری اسلامی انجام بده نقش بر آب می‌کنند. خب مرحله این تعداد نمایندگانی که با چهره‌های مخالف متعدد و متفاوت در رسانه‌ها حضور پیدا می‌کنند الزاماً باز تنها عامل نیست. عامل دیگر اینه که خب جمهوری اسلامی به دلایل زیاد مورد تایید غرب و شرقه. درست که امروز به اینجا رسیده که بحث بسیار گسترده ایه که امروز چرا جمهوری اسلامی گوشه دیوار قرار گرفته و چرا روزهایی رو میگذرونه که آغازیست بر پایان خودش، و به همین دلیل بحرانی ترین موقعیت ممکنه. ما میبینیم که رسانه هایی هم، رسانه های دولتی کشورهای خارجی هم به این قضیه دامن میزنند و امکان این که بگذارن شکل واقعی پیدا بشه وجود نداره. دو دلیل داره. یکی از دلایلی که برای این رسانه های دولتی و بین‌المللی مختص کشورهای خارجی مثل بی بی سی مثلا وجود داره میتونه این باشه که به روشنی حکومتی برای کشورهای این چنینی غرب و شرق به درد بخوره قابل استفاده است که مثل جمهوری اسلامی بتونه کوچکترین پشتوانه مردمی نداشته باشه و نیازمند حمایت غرب و شرق باشه و یک جامعه مصرفی 70-80 میلیونی با این ثروت سرشار رو در اختیار بگذاره، کوچکترین نگرانی از این که امروز این جامعه به قره چاه خودش داره سقوط میکنه با مقایسه هایی که وجود داشته، با صلاحیت ها، شایستگی ها، لیاقت هایی که در مردم ایران هست، جلوی این که یک حکومت مردمی جایگزین این حکومت دیکتاتوری بشه رو میگیرن، چون اون حکومت مردمی میتونه از منافع ملی و منافع مردم دفاع بکنه، در حالی که این حکومت، حکومتی که امروز 35 ساله هست، میتونه که از منافع اونها دفاع بکنه فقط برای پابرجا موندن حکومتگران. جناب دکتر لاجوردی ببخشید از فرمایشاتون باقی مونده، بفرمایید سوالام مطرح کنم. در چند دسته قسمت آخری که میخوام عرض بکنم ابزار این کاره. ابزار این کار بدین معنی که ابزار معرفی رهبری و اپوزیسیون و مبارزه رسانه ها هستن، چه از زمان 100 سال پیش که این رسانه ها میتونستن نوشتاری باشن در چند تا روزنامه، مثلا نمیدونم در ترکیه و در آلمان، در برلین آلمان و در جاهای مختلف چاپ بشن و چند ماه بعد به ایران برسن، چه امروز که همین لحظه‌ای که ما داریم با همدیگه صحبت میکنیم میبینیم که مردم ایران در داخل ایران و سراسر جهان دارن دنبال میکنن. این هم مسئله اساسی، این ابزاری که این همه مهمه و این ثروتی که ایرانی ها در خارج از کشور دارن و هیچ کشوری به اندازه کشور ما نداره، این بحث ماهواره ها و ساتلایت هاست. میدونید که ایران بزرگترین کشوریه که این همه ساتلایت و رسانه دیداری، شنیداری، نوشتاری روش قرار داره. این مسئله بحث جدیتریه، یعنی این که با وجودی که میتونه مقابله بکنه به عنوان یک تلویزیون و یک رسانه مردمی
و از مردم حمایت بکنه در مقابل رسانه های دولتی مثل بی او ای، مثل بی بی سی، مثل رادیو فردا، مثل امثال هم که عرض کردم مشکلات مسائل خودشون رو دنبال میکنن، ما فاقد این هم هستیم. گهگاه میبینیم که میتونه که در بعضی از برنامه ها این مسئله انجام بشه، ولی بیشترش تا به الان بازی هایی بوده، نمایش هایی بوده که برای منافع خاصی، نه برای الزامن معرفی اپوزیسیون، برای به وجود آمدن رهبری، برای نفوذ کردن در جامعه و رسوندن مسائل به مردم بوده. این هم مسئله بسیار بسیار حساسی است و مردم امروز اگر که اقبالی نمی کنن به مسائلی که در خارج از ایران میگذره از طریق تلویزیون ها، شاید یکی از دلایلش همین بحث اساسی باشه که اون برنامه های واقعی که بتونه در برگیرنده به وجود آمدن و تولد رهبری، نه الزامن رهبر، و شکل واقعی اپوزیسیون باشه، وجود نداشته باشه. و دلیلش هم همین عدم اعتمادی است که اپوزیسیون و رسانه ها دارن. جامعه ایران همونطور که من بارها و بارها اشاره بهش کردم، مثل فرد میتونه بیمار بشه، جامعه ما بیمار شده، مریض، نوع مریضیش سرطانه، نوع سرطانش بی‌اعتمادیه و داروش هم اعتماده. تا این اعتماد تضییع بشه راه به جایی نمیبریم. در خدمتتون هستم. ببینید دکتر، نکته خوبی رو انگوش گذاشتید، ولی من با شما یه تفاوت نظر دارم. تا اونجایی که میفرمایید بله، رسانه ها نقش دارن در این کار، با شما هم عقیده‌ام. اگر شما امروز بی بی سی لندن رو نگاه کنید یا تلویزیون صدای آمریکا رو نگاه بکنید، در واقع به صورت دو شبکه قوت بخشی به جناح حاکم امروز ایران، یعنی هرچی از چونو میخواید بذارید، جناح آقای روحانی و آقای ظریف تبدیل شدن. یعنی حتی چهره هایی که در مهمترین برنامه های سیاسی اینها میان دستچین شده هستند و باید مجموعه ای باشند که در دم شرایط موجود بدمند. من از مهمترین برنامه های بی بی سی و صدای آمریکا چیزی جز این رو در شرایط اخیر نمیبینم. این از نظر تلویزیون های دولتی کاملا نظر شما درسته، اما در مورد تلویزیون های خصوصی، در اتفاقا تلویزیون های خصوصی در طول این 35 سال، رسانه های خصوصی در این زمینه اگر هوشیارانه کار نکردن، ولی به طور طبیعی نتایج کارشون در این جهت بوده. خود مثلا جناب عالی رو به عنوان یکی از رهبران فکری جامعه به علت ویژگی سازمانی که تأسیس کردید، تا اونجایی که تونستن لانسه کردن و معرفی کردن، و شاید هیچگاه مثل امروز فقدان رهبری آگاه فعال سیاسی حس نشده باشه. ببینید در یه دوره هایی ما منتظر ما نبودیم، ولی یه عده زیادی در قالب آقای رجبی و خانم رجبی سعی میکردن که نوعی رهبری رو ببینن. بعد میرسیم به احزاب مختلف در نقاط مختلف ایران، به ویژه منطقه کردستان، نوعی رهبری محلی رو ما تجربه میکنیم. و این اواخر یک رهبری تاریخی مطرح شده بود، مثل رهبری شاهزاده رضا پهلوی بر بخشی از اپوزیسیون که در قالب سخنگو مطرح شده بود. اما آقای دکتر لاجوردی، رهبری یه ویژگی باید داشته باشه و در موقعیتی قرار بگیره که اگه سود بزنه مردم بیان، یه عده‌ای بیان. چرا شما سود نمیزنید مردم نمیان، یا نوع سودی که میزنید رو مردم باهاش آشنا نیستن؟ منظورم شخص شما نیست، کسانی که بالقوه رهبرن. نمیدونم، شاپور بختیار این کاریزمای رهبری رو یه جوری داشت، رژیم هم حس کرد که این خطرناکه، هم خواست به لجنش بکشه، هم تیکه تیکش بکنه. وقتی دید لجن مالی کافی نیست، تیکه تیکش کرد. این همین بلا رو سر فریدون فرخزاد آورد. فکر میکنید که یا سوت رهبری در دست افراد درستی نیست، یا نغمه درستی رو نمیزنن؟ آقای
عزیزنده، ببینید رژیم جمهوری اسلامی وحشیانه ترین برخورد رو داره، ولی دال بر این نیست که حکومت‌های دیکتاتوری دیگه این کارو نمی‌کنند. و باز بحث اصلی تر اینجاست که وقتی که ما نگاه بکنیم به این که اون رهبری به وجود آمده پشتوانه مردمی داشته، اولی رو اگر کشتن نمیدونم تیکه تیکه کردن، دومی و سومی جایگزینش میشه. مسئله اصلی در اینجاست که آیا اون همونطوری که عرض کردم اون بستر وجود داره یا اون بستر وجود نداره. ببینید بس خیلی روشنه، خیلی مشخصه، البته خیلی هم طولانی است در این زمینه که من مطمئن هستم که شما قادر به این کار هستید که با شفافیتی که وجود داره این مسئله رو با امیدواری های بسیاری که من دارم دنبال بکنید که اون موزل به وجود نیامدن و متولد نشدن رهبری رو بهش بپردازید و مورد نظر مردم توی ایران قرار بگیره، چرا که مردم ایران تشنه این قضیه هستن. من اصلا بحث این رو ندارم، من بحث تمام رسانه ها تمام برنامه ها اصلا چه این برخورد رو من ندارم، ولی خود شما که سالهای دراز در تلویزیون ها هستید میدونید که وقتی که تلویزیون ها رادیوهایی هدف مشخص رو دنبال نمی کنن، میتونن که بعضیشون یا بسیاریشون که با حتی سرمایه رژیم هم به وجود آمدن بیان این وسط و اخلال بکنن و کار رو از بون پایه خراب بکنن. من یادم هست چند وقت پیش، چون جمهوری اسلامی این تخصص داره، چند وقت پیش توی یونسکو یه صحبتی رو میکردن، در بین صحبتم که هنوز تموم داشته و قرار بود که حرف نزنه، دو نفر که بغل دست هم دیگه نشسته بودن شروع کردن به اعتراض که ما از چپ‌های گذشته ایران هستیم و شما در رابطه با جمهوری اسلامی نباید این حرف رو بزنید. واسه من خیلی روشن بود که این دو نفر از چپ‌های گذشته ایران نیستن. به همین دلیل گفتم که پس من خواهش میکنم که بیایید خودتون و سازمانتون رو معرفی بکنید، چون من تمام این گروه ها و احزاب و سازمان ها رو توی این سالهای دراز سه دهه گذشته میشناسم و اینها مشخص بود کیا هستن. این رو به این دلیل میگم که اون شفافیت اگر وجود داشته باشه در برنامه های مختلف، نخوان برنامه پر بکنن، نخوان نمایش نمیدونم اپوزیسیون به وجود آوردن مطرح بکنن، میشه که به نتیجه رسید. به عنوان مثال خیلی روشنتری، شما همیشه میدونید که من در برنامه های متفاوتی که سالهای دراز نه تنها در تلویزیون اندیشه داشتید، در برنامه های مختلفی که داشتید من حضور پیدا کردم با لطف شما، این بحث رو روشن گفتم از ویژگی هایی که میتونه یک رهبر رو رهبر واقعی جامعه بکنه اینه که اون آدم با مردمش شفاف باشه، رو راست باشه. این مسئله اصلیست. به همین دلیل مرتباً چه در برنامه های با شما چه در برنامه های دیگه مرتباً این درخواست رو کردن اون برنامه ساز، از اون مدیر، از اون نمیدونم تلویزیون، که از افراد مختلف دعوت بکنید، از کسانی که مدعی هستن بیان جلوی دوربین تلویزیون بنشینن و نه فقط بگن دموکراسی بسیار خوب است، اون مجری اون خبرنگار هم واسه شون دست بزنه. این که به وجود آمدن رهبری نیست، این یک کار تبلیغاتی است. بیان بنشینن، همینطوری که برخوردهای شما در طی این سالها من شاهدش بودم، برخورد بشه با آدم، با این افراد، و بتونن که اون واقعیت وجودی اونها، هدف مشخص اونها رو برای این فکر بارستر بکنن و مردم نشون بدن. ببینید شما امروز شاهد رهبرانی هستید، به قول خودشون کسانی که مخالف جمهوری اسلامی هم هستن، با لباس‌های مختلف، تا دیروز پاسدار بوده، امروز کراوات میزنه، دکتر سردست هم میزنه، عنوان آقای دکتر و استاد دانشگاه هم پشت اسمش میاد. هیچ کس هم نمیره به دنبال این که ببینه که این آقای دکتر
مثلا نمیدونم کار چیه، کجا درس خونده، کی کار هست، نمیدونم این کروات از کجا آمد. همینطوری که پریروز حتما دیدید تو خبرها، آقای کوچکزاده نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ معاون آقای روحانی میگه که من نفهمیدم آقای روحانی که استاد دانشگاه شدن، که حقوق بگیر دانشگاه شدن، کدوم دانشگاه، کدوم حقوق، در چه رشته‌ای. و معاون رئیس جمهور جز سکوت هیچ کاری نداره. امروز همین بحثه، یعنی بحثی که در برنامه های تلویزیون های مختلف آقا و خانم ایکس و بیشتر آقایان ایکس ها معرفی میشن به عنوان نمیدونم مخالفین، به عنوان رهبران، برنامه های بسیاری در اختیارشون قرار میگیره، چه با پول، چه بی پول، چه نمیدونم با قراردادهای پشت پرده. طبیعی است که این مسئله یک امتزاج دروغی رو به وجود میاره که مردم رو باز بی‌اعتمادتر میکنه. من واقعا امیدوار هستم آقای فروزنده، خوشحالم که شما برنامه هاتون رو مجددا شروع کردید، خوشحالترم که روی این برنامه ها کار میکنید، خوشحالتر هستم که با کسی رو در وایسی ندارید، تعارف نمیکنید و مستقیما وارد بحث اصلی میشید. بحث رهبری بحثی نیست که بشه به همین ترتیب با نمیدونم چند صفحه نوشتن و یک کتاب نوشتن حل بشه. بحث برخورد فکریه، بحث اون چلنجه، بحث اون برخورد کردن با تفکره که منی که میخوام کار سیاسی بکنم، منی که میخوام در علیه جمهوری اسلامی بیستم، باید بدونم که چه هدفی رو دنبال میکنم. ببینید آقای خمینی فارغ از اینی که چه دیکتاتوری بود، چه آدم کشی بود، چه با چه شکل این جامعه رو به امروز تبدیل کرد، ولی یک واقعیت درش وجود داشت، اون شمع رهبری رو داشت و خب بی بی سی هم داشت، بسیار طبیعی. ولی تنها همین نبود، واقعیت قضیه اینی که برنامه هم داشت. آقای خمینی آمد گفتش که چون مشکل مردم رو فهمید، گفت من اتوبوس رو مجانی میکنم، برق رو مجانی میکنم، عرض میکنم، چه میکنم، چه میکنم. اپوزیسیون به من بگید در رده های مختلف از چپ و راست تا میانه و غیره و غیره، کدوم یکی آمدن بگن که جمهوری اسلامی بد است، اینو همه میگن، دموکراسی خوب است، اینو همه میگن، بیان بگم که آقا این مشکل اقتصادی شما رو ما فردای بعد از جمهوری اسلامی چه کار میکنیم؟ صبر کن دکتر، همینجا نگهش داریم. دکتر همینجا نگهش داریم. همینجا. خیلی خوب. من یکی از مردمم. شما هم کسی هستید که معتقدم پتانسیل رهبری دارید. شما برای اینکه منو بکشید تو میدان مبارزه، خب چه وعده‌ای بهم میدید؟ چی به من میدید؟ که من بیام تو میدون و دنبال شما بدوم؟ یه چیزی بگید، همین الان به من بگید. همین الان به شما میگم، من احتیاج به خود شما دارم به عنوان مردم، ولی شما چجوری این خواست منو برآورده میکنید؟ به طور روشن خواست من رو به این شکل برآورده میکنید که از من سوال بکنید که من چه در اختیار شما میگذارم. من نوعی، منی که مدعی این قضیه هستم، چه چیزی رو به شما میدم که شما علیه جمهوری اسلامی بیستید و به طرف اون فکری که من ارائه میکنم وارد بشید؟ خب منم همین رو پرسیدم، شما چی به من میدین؟ عرض میکنم خدمتون همین الان، من به شما میگم که جمهوری اسلامی همین لحظه افتاد، غرب و شرق هم همین لحظه از پشتیبانی و حمایت جمهوری اسلامی دست کشیدن. من باید به شما بگم که من قادر به این هستم که جامعه رو دچار لغزش بیشتر نکنم و بتونم که با برنامه هایی که در اختیار شما میگذارم، در اختیار مردم میگذارم، فردای مردم رو تأمین و تضمین بکنم. به این معنا که بیام به عنوان مثال عرض میکنم فقط خدمتتون، بیام بگم که فردایی که اقتصاد ایران شما رو نیمه بیشتر جمعیت ایران رو به فقر کشونده، من، اون فکر من، اون فکر این مجموعه‌ای که من باهاش هستم، قادر به این خواهد بود که برنامه اقتصادی بده. برنامه اقتصادی از رو هوا نمیاد. آقای دکتر نگهش دارید. برام اهمیتی نداره که بحثمون امشب به جای برسه یا نه، ولی درست اتفاقا شما مسیر رو خیلی کوتاه کردید، بردید سر نقطه حساسش. درست. ماجرای شبیه 22 بهمن تکرار میشه.
حالا در چه سالی تکرار میشه در چه روزی نمیدونم، ولی بالاخره تکرار میشه. و شما میرید تو مدرسه رفاه یا میرید مدرسه علوی یا اصلا اینا جنبه مذهبی، میرید مدرسه هدف، میرید البرز، هم خمینی رفت اونجا، شما برید البرز، کالج البرز، اولین کاری که میکنید چیه؟ به طور عملی به من بگید. من میخوام ببینم که شما، عذر میخوام دکتر، شما رو باید تو پتانسیل رهبری فکری برای همیشه قرار بدم، یا در تمشیت امور کشور من میتونم شب سرم و راحت رو زمین بگذارم شب اول تغییر حکومت؟ شما چی میکنید؟ آقای فروزنده، بحث رو میشه کوتاه کرد، میشه که به سرعت ازش گذشت. من نمیخوام بگذارم. بعد ریشه دار بهش وارد شد. ببینید، تفاوتی که 22 بهمن فردای ما بعد از جمهوری اسلامی خواهد داشت، امیدوارم بسیار متفاوت باشه. دکتر لاجوردی، شرمنده هستم از حضورت، از شما عذر میخوام به خاطر اشکالات فنی که پیش آمد. خودتون دیگه سالهای دراز آشنا هستید. از شما اجازه میخوام که ازتون دعوت بکنم تا در یک برنامه بعدی درست قضیه رو از همین سوال شروع کنیم و ادامه بدیم. من نمیذارم شما به همین راحتی از زیر ماجرا در برید و با هم کلکر خواهیم کرد. ولی بینندگان عزیز، جانم دکتر، فرمایشی داشتین؟ فقط خواستم بگم که خوشحالم که در مقابل شما قرار دارم و خوشحالم با این رابطه دوستی دور و دراز سالیان دراز، همچنان این برخورد فکری رو شما ازش نمیگذارید و بی‌رحمانه واردش میشید. آرزو میکنم و امیدوار هستم که این برنامه ها به هر دلیلی که هست قطع نشه و ادامه پیدا بکنه، چرا که در ادامهش ما قادر به این هستیم که به مردم یک سری مسائل رو مشخص‌تر و روشن‌تر بگیم و در میون بگذاریم. و اون مرد اونجایی که من گفتم من به عنوان به شما به عنوان مردم احتیاج اولیه دارم، همینجا که اون مردم بتونن وارد این ماجرا بشن و این 35 سال تجربه رو هم با پشتوانش بتونن که راهی رو برای امروز و فردای ایران پیدا بکنن. ممنونم دکتر. من فقط 30 ثانیه وقت دارم. به مردم گفتم که شما یه ویژگی در همین ظاهرتون هست که از نظر یک رهبر امتیازه، ولی از نظر یک برنامه ساز امتیاز نیست. نگاه کنید به دکتر لاجوردی، اولا مرد خوشتیپیس، هر چی بپوشه بهش میاد، قامتی بلند و هنوز در این سنین میانسالی محدوده 40 سالگیش هنوز چهره درخشان داره. اما نگاه کنید یه ویژگی داره که هر به خصوص خانم ها به دکتر لاجوردی رأی میدن به خاطر این ویژگیش. اون تعهد اخلاقیشه، عشقش به فرزندشه که در عزای او سالهای بسیار هست که فقط یک کروات داره و اون کروات مشکیه. در پتانسیل رهبری امتیاز لاجوردیه، اما در پتانسیل برنامه سازی تلویزیونی که یه بخشیش قروفرشه و هر روز رنگ و لعاب تازی باید داشته باشه، امتیاز دکتر لاجوردی نیست. پس بنابراین نباید قاطی کرد اینها رو با هم. چیزی که تفاوت‌های اساسی هست، منظور من اینه که برنامه ساز تلویزیونی الزاماً رهبر نمیشه. قاطی نکنیم قضایا رو، و رهبر شأن و منزلت دیگری داره. به دکتر لاجوردی بدرود میگم، براتون سال نو خوبی رو آرزو میکنم و در اولین هفته سال 2014 درست این بحث رو از جایی که خاتم پیدا کرده ادامه خواهیم داد. بینندگان عزیز، هر جا که هستید، لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد و سال نو به کام باد.